عدالت فقط نون و آب برای همه نیست. یه لحظه صبر کنین. اصلا نمیشه اینجا حرف زد. واقعا منم اگه از تو اینجا نشسته بودم یه آقایی هم به همین شیکی برای من حرف زده بود و خیلی هم خوش گذشته بود بقیه رو هم کردم. لب مطلب دوستان منتقد این بود که خاتمی شعارهایی داد و از شعارهای خود عقب نشست. بنده چه شعاری دادم که از اون عقب نشینی کردم؟ اجازه بدید، اجازه بدید، جا که برای بعض هست. اگر هم عقب، خیلی خوب، اجازه بدید. حالا خیلی دونه دونه که نمیشه، آخرش اینا رو بگید. اگر هم عقب نشینی بوده، بنده در مقابل هیچ کس و هیچ چیز عقب نشینی نکردم، در مقابل نظامی که به آن معتقدم عقب نشینی کردم. حالا هم میگویم راه درست حرکت کردن در درون جمهوری اسلامی است، زیرا آن سوی جمهوری اسلامی مطمئن باشید که یک نظام دموکراتیک به معنی واقعی کلمه نخواهد بود. گول فریف رانده شدگان از انقلاب را که برای ما میخوان سوغات آزادی و دموکراسی بیاورن نخورید. شما حق دارید بگید که چرا این شعارهایی که مطرح کردید درش پیشرفت حاصل نشد. این حرف درستی است. ما خیلی شعارها دادیم که تحقق پیدا نکرد. اما این به معنی عقب نشینیه؟ یعنی بنده بیام اعلام جنگ بکنم با نظامی که اصلش رو قبول دارم و معتقدم اگر این از بین بره اونورش اصلا معلوم نیست چی باشه. حالا منهای اعتقاد، راهی که در آن باید گام برداشت جمهوری اسلامی است که خونبهای این مردم و حاصل مردمی ترین و آزادانه ترین انقلابی است که لااقل در قرن گذشته و شاید در همه طول تاریخ و در قرون مختلف با این حجم و با این ابعاد رخ داده است. ما نمیگیم که جمهوری اسلامی عیب نداره، نقص نیست. ما نمیگیم بعضی جا حقوق بشر پایمال نمیشه. ما نمیگیم رفتارهایی که با نویسندگان و خبرنگاران میشه همش درسته. ما نمیگیم که وضعمون ایدئال است از نظر اسلامی، اما من میگم، به صراحت میگم که وضع ما حتی با معیارهای امروز از همه همسایگانمون بهتره و در این حال ملت ما داره یک تجربه میکنه به نام اسلام. در مقابل اسلام طالبانی میخواد دموکراسی رو بیاد کنه. این نظام مورد هجوم همه جانبه آمریکاست.